خانم اپراتور بذاره اینو مدیریت کنیم، یک قرار هر کی صحبت کنه ما هم بیایم صحبت کنیم دیگه، ما منتظریم صحبت کنیم بعد هیچ کس هم رعایت نمی‌کنه. آقای عدنان 4 دقیقه. فریباز جان من از شما عذر می‌خوام. خسته نباشید تمام دوستان. در رابطه با حق و حقوق زن، خب در تمام دنیا و در تمام ادیان حق و حقوقی برای زنان وجود نداره. ما تا در جامعه غربی از اوایل دهه 20 کم کم زنان تشکیل دادن، شروع شد. در دهه 60 تونستن یک سری امتیازاتی گیر و حرکت رو به جلو تقریبا میشه گفت انجام دادن. تا جایی که الان دیگه مقامایی دارن میگن رئیس جمهور میشن، معاون وزیر میشن در غرب. اما این که شما دارید میگین جایگاه زن در اسلام، اصلا مگه اسلام اصلا زن بود؟ ما آدم حساب میکنه که جایگاه براش بذاره؟ اینا یک سری چیزاست که الان درست کردن. واقعیت چه؟ شما اگه بخواین اول ببینید جغرافیای اسلام از کجا اومد، از اقلیمش کجا اومد، زن تو اونجا چه جایگاهی داشت؟ دفنش میکردن. بچه که به دنیا میومد دختر بود دفنش میکردن. این جایگاه زنه. بعد از 1400 سال رسید به قرن بیستم. خیلی از کسانی که خب به دین اسلام اعتقاد دارن میگن دین محبت و مساواته، اما در همین سنجار داعش که نماینده یک اسلام واقعی بود، دخترای ایزدی رو میگره به بردگی جنسی و ازشان استفاده میکرد. تنها چیزی که در اسلام برای زن جا گذاشته فقط بچه آوردنه و به تعداد مسلمان اضافه کردنه. ما چرا باید بیایم مغلطه کنیم و بگیم قوانین اسلامی، طب اسلامی، قضای اسلامی، معماری اسلامی، اصلا این چیزا وجود نداره. اینو خودمون داریم اینجا درست میکنیم برای که این کاریکاتوری که به نام اسلام ما بدهیم کم بزکش کنیم، بهترش کنیم، مناسب قرن 21مش کنیم. بگرد چی چیزی داره که شما یک نمونهش من بتونیم جنگ احزاب برید ببینید. در جنگ احزاب بنی قریظه ساعت 12 زو شکست میخورن، جوناشون اعدام میشن مرداشون و در همون روز صفیه به عقد حضرت محمد در شب میره کنارش میخوابه، در حالی که این دختر پدر و برادرش رو زور کشتن. این جایگاه زن در اسلام اصلا جوکه. من اول فکر کردم به عنوان یک جوک، یعنی این جایگاه چه گذاشتید، گفتم میخوام یک نظر، بعد دیدم نه بحث جدیه. اصلا از این حرفا بیایم بیرون. اصلا اسلام برای زن ارزش قائل نیست، فقط و فقط بهره برداری جنسی و سلام، هیچی دیگه نیست. من حرف دیگه ای ندارم. سپاسگزارم آقای عدنان که حق کلام رو ادا کردید. محسن جان اگه حرفی نداری امیر عزیز رو میشنوی. امیر آقا نوبت منه؟ بله آقای محسن. بله ببینید من یه صحبتی بکنم خدمتتون. نه شما رویایی صحبت کنم. شما نه آقای امیر رو خواهی بکنم، نفر آخر رو بشنویم برمیگردیم به شما. محسن شما صحبتی نداری؟ یه لحظه میکروفونت باز شد آخه. آقای امیر شما رو میشنویم. آقای امیر رولف. خب نازن اینجا میکروفون زدی، میخوای از فرصتت استفاده کنی؟ تو اصلا صحبت نکردی. بله اگه ممکنه. خواهش کنم. خب ببینید دوستان گفتن که موقعی که میخوان توجیه کنن مسائلی که هست ما بیان کردیم رو، خودشون میگن ما این قوانین مال فلان زمان بوده، مال فلان مکان بوده، و دارن میگن مال اون زمان و مکان. خب خیلی این مسائل عادی بوده و عالی بوده. خب باشه من قبول میکنم، گرچه من معتقدم واسه زمان خودش هم فاجعه بوده، ولی من قبول میکنم باشه مثلا اون زمان قدیم بوده. پس الان دیگه ما چرا بحث میکنیم؟ این 1400 سال پیش این قوانین خیلی هم خوب بوده، الان شما چرا دارین اجراش میکنین اگر که مال زمان قبله؟ شلاق زدن زن ایوب اینجا خیلی قشنگ توجیه شد، یعنی تخفیف مجازات بیان شد که این مجازات، این خشونت انجام میشه ولی ما تخفیف دادیم بهش. یعنی اصلا شما کاری به اون خشونتی که داره انجام میشه ندارین، این لطفو دارین به ما میکنین، تخفیف میدین. زدن زن توجیه میکنین که چی؟ که مسئله کاملا جنسیه
مسئله جنسی آقایونه و خیلی هم مهمتر از خواسته زن. یعنی زن چون زن من پولتو دادم، مهریه دادم، به شیربها دادم، پس باید تمکین بکنی، نکردی حق دارم بزنم. و قرآن گفته بهت یعنی هر کاری بکنی. این سوره آیه 34 سوره نساء رو خواهش میکنم توجیهش نکنید، هر چقدر بهش دست بزن از اون بر میفته. یعنی اصلا دست نزنید به این آیه، هیچ وقت توجیهش سعی نکنید، خودتون زیر سوال میرید. برگشت آقای ناصر گفتین یه ترمای کاملا جنسیتی رو شما بیان میکنین، مثل زن در خانه شوهر وقتی داشتین جایگاه ها رو بیان میکردین، زن در به عنوان دختر، به عنوان مادر، یک ترم کاملا جنسیتی گفتین زن در خانه شوهر. زن در خانه شوهر، ببینید زن و شوهر در خانه خودشان زندگی میکنن. زن در خانه شوهر یعنی کاملا جنسیتی کردن نقش زن. ببین وقتی ما میگیم برابری زن، مردم اینجا مورد خشونت قرار میگیره ها، مردم اینجا قربانی ها. یعنی ما نمیخوایم بگیم که اینجا شما به عنوان یک کسی که اینجا که قربانی هستین مطرحید، ولی شما دارین میگین زنی که وارد خانه ما میشه، زن در خانه شوهر چه مسائلی داره، دختر در خانه پدر، رومینایی که میاد سرش با دست برده میشه تو همون خانه پدر، نقش دختر اینقدر زن بالاه. چند تا مرد نشستین دارین تصمیم میگیرید اون بالا قدم آیه قرآن میاره میگه که خیر قرآن گفته که نه کسی نباید تصمیم بگیره. بعد تمام این حرفایی که من زدم الان کش که دیگه شما تصمیمی نگرفتین در مورد این جایگاه زن که حق نداره حسانت بچه خودشو داشته باشه، فرزند خودشو داشته باشه، اینا همه کش که برای شما کیسارها رو بیان میکنید. خیلی قشنگ توجهتون اینه که خب نطفه‌ای هست که باید کاچه بشه دیگه. بعد بقیه آیه رو توجه ندارید، هر جا که دلتون خواست هر جا و هر مکان برانها در آید. یعنی اینجا دوباره چه بودن زن مطرح میشه دیگه، اصلا خواسته اون زن مطرح نیست. بعد توی مسئله دیگه گفتین که ما که قرآن گفته ببینید اینا رو طلاق ندین اینا، یعنی تو همون جریان سوره 34 گفتین یعنی یه لطفی میکنین ما رو طلاق نمیدین، واسه بزنین جاش طلاقشون ندین بزنی. یعنی مسئله طلاق که کاملا یه چیز عادی هم داره. روی سخن شما خانم با بنده است؟ نه با هیچ کسی توی سخنش، برای چی بدون وسط طرف دیگر هم میپرین دوستان؟ دنس کافی که داریم به مخالفا وقت میدیم که آخه ادامه بدون بزن اینجا. طلاق ما لطف میکنیم شما رو طلاق نمیدیم، اصلا طلاق کاملا یه چیز عادیه، یه زن شوهر با هم نمیسازن طلاق میگیرن، الان اصلا لطف میکنیم ما طلاق، اصلا چرا باید مشکلی باشه با یه زنی که طلاق داده میشه؟ اصلا مسئله رو شما الان یه زن مطلقه هم شما دارین مسئله رو ایجاد میکنیم. بعد مسئله دیگه که اینجا حالا گفته نشد در مورد مثلا چند دارم 4 تا زن میتونه مرد بگیره، بعد توجیهات این مسئله، مثلا تعداد زن خب بیشتر مردا بوده، حالا اون وقتی میگه بوده خب یعنی مال یه مکان دیگه بود، زمان دیگه بوده که حالا هیچ نازنین چون توستانی جمعندی بکن ممنون میشم. حرف آخر همه درسته. ببینید اوکی تعداد زن ها بیشتر از مردا بوده، 4 تا زن میتونن بگیره، شما یه طیف جنسی رو اینجا دارین انکار میکنین در مورد زن های استکشوال، در مورد زن های همجنسگرا ها، همه اینا باشه زن ها تعدادشون بالاتره، ولی ما طیف جنسی داریم این وسط، شما همه رو دارین میبینین به عنوان کسی که میخواین بگیرینش باش آموزش داشته باشین چون تعدادشون بیشتره. یعنی آفرین به شما دیگه، من نمیدونم چی بگم. مرسی مرسی نازنین جان، خیلی خوب صحبت کردی. کرمیت کرمیت جان شما صحبت کن، بعدش نوبت آقای کاوه است، بعد برمیگردیم به بقیه دوستان. ممنونم. من فقط یه نکته خیلی کوچیک در تکمیل صحبت خانم نازنین می‌خواستم بگم. نکته خیلی جالبی اشاره کردم. ببینید توجیه دوستان برای برتری مرد به زن اینه که میگن زن در خانه شوهر، و اینه که توجیهشون این هستش که مرد داره خرجی میاره به خونه، پول میده به زن، و به همین دلیل مثلا حق داره که از زن متوقع باشه که مثلا تمام مدت مثل برده جنسی در خدمتش باشه. خب الان فرض کنید شما مردی رو در نظر بگیرید که نه کار میکنه نه چیزی، با یه زن ثروتمند ازدواج میکنه، تو خونه اون داره زندگی میکنه، پول پیش میشن سرش داره میده، آیا در یه همچین حالتی و برعکس این داستان، یعنی زن حق داره شوهرش رو کتک بزنه چون خودش داره چیز میکنه، یا تو زن باید در خدمت زن باشه؟ همچین چیزی نیست توی اسلام. یعنی پس این توجیهات کلا مثلا خود حضرت محمد رو در نظر بگیرید، یه چوپون بی سواد یتیم بوده، کلا نه پول داشته نه چیزی، رفته با یه زن پولدار ازدواج کرده، خب طبیعتا همیشه رو برعکس بوده. آیا حضرت خدیجه خب حضرت محمد کتک میزده مثلا در این که بخواید چیز بکنید؟ این واقعا این تفسیر و چیز نیست. مثلا هر چیز دیگه رو در نظر بگیرید، دیه رو مثلا در نظر بگیرید، دیه زن نصف مرد هست،
مثلا مردی که 100 تا شطوره زن 50 تا شطوره، حتی راجب اعضا مثلا حساب بکنیم، مثلا دیگه دوتا دست دیگه کامله، دیگه دوتا بیزه مرد دیگه کامله. ولی مثلا حالا چون جعفر صادقی تحقیقات خیلی خاصی به این نتیجه رسیده که دیگه که بیزه چپ اسپرم رو تولید میکنه، نطفه رو تولید میکنه، دیگه اون دو برابر دیگه راست بیزه راست هست، یعنی دیگه بیزه چپ مرد 66 تا شطوره، دیگه زن 50 تا. یعنی عملا زن از ارزش زن از بیزه چپ مرد کمتر تعریف شد توی اسلام. بعد واقعا اصلا نمیدونم چه دوستان به چه روی میتونن بگن ارزش زن در اسلام، یعنی چون اون هیچ فرقی هم نمیکنه که اون زن مثلا یه چیز باشه، یک زن تحصیل کرده یه موفق باشه که توی جامعه داره واقعا چیز میکنه، و اون مرد مثلا یه بچه صغیر باشه، یه پیرمردی که اصلا حتی از کارم افتاده کلا دستگاش. هیچ فرقی نمی کنم. ولی خدیجه حق حساب محمد خوب کف دستش گذاشته بوده، چون تو مادامی که خدیجه بود محمد جرأت نمیکرد آینه بله. بکنه که اون اینو بگیر، بعد میتونی اونو بگیری، بعد اون یکی رو کاملا. بله دیگه متاسفانه ایشون بعد خب... شما توهین نکردین طبیعتا نباید شما هم رو توهین بکنید دیگه، درسته؟ کسی به شما توهین نکرد. دوستان دوستان ببخشید ببخشید دوستان دوستان خواهش میکنم دوستان خواهش میکنم دوستان خواهش میکنم روز یک شنبه برنامه داریم در مورد همین توهین، اونجا در مورد این قضیه صحبت میکنیم. سپاسگزارم. من خودم توهین نکردم، الان دارم اجازه شما اجازه ندید میکروفونتون رو بدون هماهنگ مدیریتور رو روشن کنید. دور دو همه دوستان. آقا مشتبه کسی به شما من ندیدم توهین کنه، ولی توهین به مقدسات شما و هر کس دیگه به نظر من آزاد، این مسئله خیلی بدی هستش. مسئله که من خواستم در موردش صحبت کنم یک کلیمی هست، یک مدعایی هست که بیان میکنه که اسلام یک دین مرد محور هستش، و ما این مدعا رو میتونیم در واقع شهود این مدعا رو میتونیم داخل احکام اجرایی اسلام و تاریخ اسلام به وضوح مشاهده کنیم. توی احکام اجرایی خب خیلی دوستان اطلاعاتشون قطعا از من بیشتر، توی مسئله دیات، توی مسئله در واقع اون شاهد آوردن، کنیز گرفتن، تعدد زوجات، توی روابط جنسی که دیگه دوستان خیلی اطلاع دارن از این موارد و خیلی واضح هستش. حالا یه سری دوستان میان در مورد جایگاه والای زن در اسلام صحبت میکنن که خیلی عذر میخوام وقیحانه هستش. ببینید زن در رابطه جنسی اجازه ند، در واقع مختار نیست که حامله بشه یا نشه. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، مسائلی که باید مطرح بشه، زن مختار نیست که انتخاب کنه که آیا شوهرش باید منیشو توی رحمش بریزه یا نه. اگر که اجازه نده باید طبق خیلی از فتوای مراجع شیعه توی رساله هست باید دیه به شوهرش بده. بعد دوستان با چه وقاحتی میان از جایگاه والای زن در اسلام صحبت میکنن. به هر حال شرم و حیا هم یه حدی داره، و ما در تاریخ اسلام هم مشاهده میکنیم در زمان جاهلیت یه شبهه‌ای هستش که دوستان مسلمان خیلی مطرح میکنن باید پاسخ داده بشه. خیلی با وقاحت میان در زمان جاهلیت زن داخل نمیدونم کسافت زندگی میکرده. زن ببینید در قبل از اسلام، در زمان حالا به اصطلاح اونها جاهلیت، ما زنان رو میبینیم که در امور مشورتی شوهراشون در واقع به شوهراشون شور میدن، مشورت میدن، فرمانده سپاه میشن، تجارت میکنن. این زن محمد خدیجه میبینیم که تاجر بوده، و حالا به اون چیزی که ما در ذهنمون هست عدالت و برابری نبوده، ولی خب به هر حال خیلی بهتر از زمان اسلام بوده. چون می‌بینیم همین که اسلام هی گسترش پیدا می‌کنه، ما جایگاه زن رو هی تو جامعه کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌بینیم. اسم زنها در تاریخ کم کم گم میشه. خیلی از صحابه بزرگ، خیلی از فرماندهان، اشخاص نامی، اسم زنهاشون در تاریخ نیست بعد از اسلام. و به نظرم یه مسئله خیلی خیلی واضحه که هر کودکی که به احکام اسلام نگاه کنه مسئله رو در واقع متوجه میشه. و یک سری توجیهات خیلی مسخره، مثل اینکه زن نمیدونم جایگاه در واقع اون میزان تولیدش از مرد کمتره، بنابراین دیش پایین، یک سری چیزهای بچگانه مسخره که من نمیدونم واقعا دیگه با چه وقاحت اینها رو میان اینجا مطرح میکنن. خواستم این در واقع مطالب رو بگم. عرض من تمام هستش. تشکر میکنم کامل عزیز. میلاد بجام ما پیوسته، میلاد بیشتریم شما رو. سلام میکنم رفقا، مرسی از وقتی که بهم دادی، و بعد بخواستم بهتون تبریک بگم برای برنامه عالی که قرار ببندید روز شنبه با امین صوفیانر. هم موضوع خیلی خوبی هست، هم مهمون بسیار عالی رو دعوت کردید.
بی‌صبرانه منتظر اون برنامه هستم. من فقط یه نکته میخواستم بگم، حالا البته سامان گفت در رابطه با توهین صحبت نکن، ولی واقعیت هم اینه که من خیلی خیلی چجوری بگم لجن میگیره خودمونی حرف بزنم از کسایی که به هر صورت ظلم اسلامیون رو میبینن به ما، به خصوص به زنان و همجنسگرایان، و بعد اینجا انتظار دارن که مثلا ما نقد نکنیم اسلام رو یا اون ادبیاتی رو اینا به کار ببریم که یه وقت به تیش قبای این افراد بر نخوره. ما قربانیم، ما رو زدن، کشتن، تبعیدمون کردن، 40 سال حجاب سر زن کردن، اول انقلاب تجاوز کردن، کشتن، اسید پاشیدن. توی همچین شرایطی شما حرف از احترام میزنید؟ کدوم احترام دوست عزیز؟ حق منه که با هر ادبیاتی میخوام نقد بکنم تفکرات شما. شما به شخص یک انسانید، حق حقوقی دارید، خود منم اول سب از حق حقوق انسانی شما دفاع میکنم، ولی عقیده گندیدتون رو ازش دفاع نکنید. حق منه که هر جو دلم میخواد حرف بزنم. اینجا تو کلاب هاوس هم به ما اجازه نمیدید حرفمون رو بزنید. ما رو تبعیدمون کردید، پناهندمون کردید. من 16 ساله از کشور خارجم، 10 ساله بابامو ندیدم، دلم لک زده برم یک بار تو خیابونای مشهد که متولد مشهد هستم راه برم. رفقای من خیلی هاشون زندان رفتن، اعدام شدن. شما حرف از احترام میزنید؟ کدوم احترام؟ به همین دلیل من واقعا لازم بود خواستم این نکات رو بگم و آفرین میگم به بچهای جمهوری، به خدا اینکه همچین موضوعی رو شنبه گذاشتن، همچین مهمان عالی قدری هم دعوت کردن. ببخشید سامان جون، تذکر دادی که این صحبت رو نکن، ولی نمیتونستم، تو دلم مونده بود باید میگفتم. مرسی از وقتی مخلصم، مشکلی نمیدادم. البته عرض کنیم که عرض کنم همون رو میخوام خدمتتون عرض کنم که شنبه در کانال یوتیوبی جمهوری بی خدایان ساعت 2:30 به وقت ایران ما در خدمت دوستان عزیز هستیم. هر شنبه. ممنونم بابا جان. این بله به گفته سامان رو من هم تایید می‌کنم. هر شنبه ما در واقع در یوتیوب برنامه لایو داریم. آقای امیر رولف برگشتید صحبت می‌کنید یا نه؟ سری قبل صحبت نکردید. اوکی. آقای فریبرز می‌شنویم شما رو. سلام مجدد میکنم خدمت دوستان. واقعیتش من خیلی گوش کردم و آخر این نتیجه رسیدم که این دوستان یا با خشم صحبت میکنن، خیلی خشمگینن، یا با تعصب. من حالا خیلی از دوستان دارم که آخوندن، بعد با اینا مراوده میکنم. آخرش واقعیتش اینا قرآن رو خیلی تسلط ندارم، ولی تا دلتون بخواد آیه دارن، بعد حدیث دارن، روایت دارن، قال فلان. بعد مشکل از کجا ناشی میشه که مثلا ما الان تایتل چیز زن دیگه، زن. دوستان قبلی هم گفتن که وقتی تاریخ ادیان رو میخونیم به عنوان یه موجود از نظر جسته، از نظر بدنی میگم، از نظر بدنی ضعیف‌تر، همیشه تو طول تاریخ مورد تهاجم قرار گرفته و این هم ریشه در اسلام نداره. شما تمام چیزایی که بریم بخونیم، کتابا رو بریم بخونیم، ریشهش در یهودیته. یعنی اینا کپی مثلا آپدیت شده یهودیت، مسیحیت آپدیت شده مسیحیت هم اسلامه. حالا این اسلام اگه ما کتاب قرآن رو کتاب اسلام میدونیم دیگه و میگیم که اینو خدا برای ما فرستاده، بعد اگه اینو به عنوان کتاب خدا در نظر بگیریم که توش پر مغلطه و پر مسائلی که هستش که امروز علم اینو قبول نمی کنه. بعد من بحث قبلی هم عرض کردم که محمد در زمان خودش به ملت خودش خدمت کرد. ملتی بود که نمیدونم تجاوز به محارم داشت، به خواهرش، برادر داشت، بعد حالا اون چیز غلامان 15-16 ساله رو به عنوان قلمان که محمد اینو برای عربی تو بهش بشارت میداد، شراب بود که قابل درک بود، زن بود که قابل درک بود برای عرب، و اینا رو تو اون زمان کنترل کرد، جامعهش رو کنترل کرد. منتها در طول تاریخ که ما 540 سال
اومویان و عباسیان حکومت کردن، اینو به عنوان یک اصل تو جوامع مختلف جا انداختن و زمان صفوی هم سوء استفاده شد در برابر عثمانی ها و زمان حالا جمهوری اسلامی هم که قربونش برم که بیشتر از همه استفاده شد و اینو به عنوان یک اصل جا انداختن و زمانی که انقلاب شد اینم هرچی از دستشون در اومد بهش اضافه کردن، آب قاطیش کردن. نتیجهش این شد که حالا این قوانین رو زن امروزی قبول نداره و قانون امروزی هم اینو میگه شریعت خدا بوده، به ما چه خدا فرستاده، همون خدایی که مثلا 1400 ساله که خفقون گرفته و 124000 پیغمبر که مثلا دم به دم میفرستاد الان یکیشو نفرستاده و اینو عقل امروز قبول نمیکنه. بعد دوستا میاد جلوی این یا به صورت انتظایی یا به صورت کاملا عادی میخوان اینو به همدیگه ثابت کنن با خشم، با نمیدونم با استدلال، و این میگه شما باید اینو متوجه بشید، اینو میگه نه شما باید اون متوجه بشید. این دوستانی که مثلا این دوستانی که من عنوان مثلا طلبه که من میدونم حالا فرستادن که ببینیم مثلا تبلیغ اسلام بکنین، حالا نمیدونم باباتشون پول میدن نمیدونم، چون که اینا رو تحصیل تابستون میفرستم به عنوان قبل کننده قانون دین این برمار، حالا اینو تو فضای مجازی بستدن که این کار رو بکنم. به این دوست عزیز آقای آخون آقای طلبه، قوانینی که حالا اسلام گذاشته جوابی نیاز امروز نیست. شما هم ناراحت نشین که مثلا نفر میاد اینجا دادش بلند میشه فلان فلان فلان. خب این درباره خانواده خودتون هم اگه انجام میشد شما هم دادتون بلند میشد. اینقدر هم جبهه نگیریم که مثلا اینجوری شد اینجوری شد. مثلا هم صحبت میکنن با فکس و فکس صحبت کنن، اینقدر مغلطه نفر باید. خیلی فریبرز ممنونم ازتون. این آقا یک دقیقه تا یک دقیقه اونی فرصت دارید، بعدش آقای ناصر هستم. من یا اون یکی امیر؟ نه شما، شما رو عرض کردم. خب من یه توضیح بدم که شرایط رو من نمیدونم چرا اونجا که میشینین همه آرمانی میسنجین و به یه چیزی حمله میکنین همه جوابم نمیدین، خوشحالم میشین که جواب گرفتین. ببینین از اون ور آقا اسلام بده، جایگزین بهترش چیه؟ شما همه خانوما میان یه جسم میگیرن گریه میکنن که آقا در مشهد چه اتفاقاتی میفته، آقا تو حکومت آتئیستا در هلند چه اتفاقی میفته، مگه خیابون رد لایت رو مسلمونا اونجا گذاشتن؟ خب رد لایت رو همین آتئیستا گذاشتن دیگه. همین کشور آمریکا دو تا رئیس جمهور قبلیش سابقه آقای ترامپ تجاوز به 17 تا 19 تا زن شاکی داره، آقای بایدن هم که الحمدلله اصلا به جرم بچه بازی خودش و پسرش و اینا پرونده داره. خب پس این آتئیست چه گلی زده به سر بشریت که حالا اسلام نزده؟ من نمیخوام بگم قوانین، مگه آقای ترامپ یا آقای بایدن آتئیست هستن؟ مسیحی کاتولیک هم هستن. بله. حکومت مسیحی نیست. شما قانون اساسی هم رو به هر جایی نکش دستاویز کنی حرف بزنی، دقیق و درست صحبت کنی. من تو صحبت هیچکی نپریدم، اگه میخواین خانم سامی صحبت کنه. نه اجازه بدین صحبتشون تموم شد. آقای امین بفرمایید، ولی فکتایی که آوردید تمش ایراد داشت. کی گفته ایتیست در هلند کشور رو ساخته؟ آقا دیست اینفورمیشن آورید دوست عزیز، باید حداقل چیزی میاری و کامل بشه. باشن اشکال اون رگای چی بود آقای امین؟ اشکال مشهد چیه آقای بابک؟ خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، رد لاین چرا بده؟ اجازه بدید توضیح بدم. اگه بده خب الان تو خیابون بیا. دوستان عزیز اجازه بدید. اجازه بدید هر کس میکروفوناتونو ببندیم بذارین آقای امیر صحبت کنن خواهشن. بعد هر کدومتون که سوال باشه تو زمان خودتون از آقا امیر بپرسید. به قول شما این قضیه رو آتئیستا تو هلند و آمریکا درست نکردن. الان ولی من میام یه تهمت با آتئیستا میذارم میکشم بیرون از گروه، بعد اجازه جواب دادنم نمیذارم. ببینید 99% مطالبی که گفته میشه، مثل صحبتی که آقای بابک گفت،
و بعد یه خانومی گفت که شما این شلاق زدنه بابا، این قاعده رو گذاشتن حضرت ایوب قسم خورده بود چون حکم زنا شلاق تعارف هم نداریم، تو سوره نور هم هست میگه آقا این شلاق رو باید بزنین، یه طایفه ای از مؤمنین هم باید ببینن. خیلی هم از نظر ما حکم خوبیه، مشکلی باش نداریم. حضرت ایوب هم بخشیانه است. خب از نظر ما هم بسیاری از احکام شما نگاه کنین، آدم هایی که کشته شدن تو قرن اخیر، تعداد آدم هایی که کشته شدن رو نگاه کنین، چند درصد اینا توسط بیخودهای روسی کشته شدن، چند درصدش توسط استالین کشته شد، چند درصدش توسط ماو کشته شد. در زمان خودم من پاسخ این شبهه رو که همیشه دادم به شما آقا سامان عزیز لطفا میکروفون رو ببندین. آقا چند درصدش توسط به قول معروف ماو و استالین و لنین کشته شد، چقدرش هم عرب وحشی تو دنیا کشتن. حالا بعد از اون ور بیایم تعصب علکی داشته باشیم، برید تو دیکشنری نگاه کنین لغت خویدود در فارسی به چه معنی بوده. آقا ما قبل از اسلام اگه اینقدر خوب بودیم چرا پس تمدن ما تمدن اسلام رو تو خودش حذف نکرد، همونطور که تمدن مغولا رو تو خودش حذف کرد، دیگه مغولیسمی وجود نداشت، همشون اومدن اینجا مسلمون شدن. ما چی بودیم که همیشه ضعف از جایی که فشارش بالاتره میاد جای پایین‌تر دیگه؟ ما چی بودیم قبلا که الان چی شدیم انقدر خوب شدیم؟ آقا جان بریم بگردیم ببینیم خویدود چی بود، ازدواجاتی که تو ایران داشتیم چه جوری بود معانیشه، اینا رو سرچ کنیم، بعد بیایم بشینیم بگیم آقا ما قبل از اسلام زنامون نمیدونم تو 28 تا کشور حکومت میکردن، قصه واسه خودمون بسازیم. ممنونم آقا امیر. سایه جان من یه چیزی بگم خواهش می‌کنم. 30 ثانیه. آقای امیر دقیقاً درست گفتین. استالین دقیقاً جنایاتی رو مرتکب شد ولی به خاطر بیخودا بودنش این کار رو انجام نداد، به خاطر سیاست‌های رادیکال و ایدئولوژی‌های سیاسی که داشت اون رو انجام داد. آقای امیر و در مورد آقای ترامپ اجازه بدید. آقای امیر اجازه بدید. در رابطه با آقای ترامپ و آقای بایدن که شما گفتید، هر دوی این آقایون مسیحی هستن و اصلا فیلماشون هست که برای هر اتفاقی دعا میکنن و دقیقا برای کرونا هم فیلمی ازشون بیرون اومد در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ که ایشون رفت و دعا کرد برای اینکه این اتفاق مثلا زودتر بره یا هر چیزی که هست. پس اگر صحبتی میکنید خواهشاً درست صحبت بکنید و مثل آقایون دیگه‌ای که حالا علامه ها و طلابی که میان اینجا صحبت میکنن به هر چیزی چنگ نزنید که بخواید فقط بحث ایجاد بکنید. ممنونم برای دوره بعدی از خواهش میکنم که دیگه میکروفون تو بدون اجازه باز نکنی بفرستن عادیه. ببخشید ولی من واقعا عصبی میشم. من طبق صحبتهایی که میلاد کرد، من به عنوان یه زن تو ایران آزار دیدم، اذیت شدم به خاطر همین. آخه نمیپذیرن. ممنونم سمی عزیز، بت برمیگردیم دوباره. خیلی ممنون مشتبه جان، اجازه بده خواهشن، اجازه بدید خواهشن. الان فکر کنم نوبت آقا ناصر باید باشه، درسته؟ الان من اول یه نکته رو عرض کنم از بالا دونه دونه دوستان. بله من 30 سال میخوام یه مرخص بشم از خودم. اونو بعد از نفر بعدی که نوبتشه اجازهشو بگیری آقا مشتاق. بله آقای ناصر. بله. آقا ناصر مشتاق. بله بله بفرمایید. بعد جای شما با آقای مشتبا، پس جای شما با آقای مشتبا عوض میشه. آقا نه 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 دیگه این سوال مال حق و نکنید دیگه، قرار نیست بعد از اون اجرا کنید شما اینقدر دیگه. ایشون کوتاه صحبت میکنه از وقت من کم میکنه. بفهم من صحبت زیادی ندارم. حالا خوب شد آقای امیر یه حالا فکت به قول شما اشتباه یا درست رو گفتن تا حداقل برای خودش اینقدر که ما رو متهم میکنه که ما صبر نداریم اجازه صحبت به کسی نمیدیم. خانم مشتبه حرف تو بزنیم ممنون میشم. شما دقیقه وقت داری حرف تو بزنیم. بله بله شما هم اگر که عصبانی بشید همینطور به بقیه حمله میکنید، چه بسا که یه چند ثانیه همه داشتن حمله میکردن به آقای امیر. حالا من کار به درست یا غلط صحبتیشون ندارم. من حالا به عنوان صحبت پایانی توقع داشتم که به عنوان شخصی که تا حالا در جمع آتیستا حضور پیدا نکرده بودن در واقع داشتم حمله کمتری مشاهده کنم، چون طبیعتاً بی هیچ کدوم از دوستان و حتی عقایدشون که عقایدشون خب من میتونم این بقیه مسلمان ها توهین کنم به چه خود آتیستا چه عقایدشون، اما این کار نکرده بودم. اما
توی این گروه نیست کردم که به عقاید من مجتبی عزیز ما به نظرم حق انسانی من بود که به اعتقاداتشون توهین میکنید. آره به نظرم خیلی بهتره خیلی بدتره. نه ببینیم ما وقتی به اعتقاد یه نفر توهین میکنید دوستان هرج و مرج ایجاد نکنید، اجازه بدید صحبت کنم. 30 ثانیه مجتبی. نه من هرگز همچین اشتباهی رو نمی کنم. من تو صداش نیست آقای مشتبه توهین کردید داره دور احمق خطاب میکنید. این توهین به مراتب بدتر از یه فوشیه که به جسم فرد برگرد. حالا من صحبت های پایانی و به نظرم دیگه خیلی به نتیجه نمیرسن، اما به عنوان کسی که برای اولین بار حضور پیدا کردن توی روم آتئیست و بی خدا توقع نداشتم اینقدر بی صبری ببینم و همی مشتبه جان صداتو نداریم. همه اینا رو هم چند بار منشن کردم. دوست داشتم بیشتر آشنا بشم با مواضعشون، با فکری که حداقل مدیریتورها خانم سهیلا، آقای بابک، آقای سامان یا خانم سمانه که بیشتر صحبت کردن رفت و برگشت داشتیم، هیچ کدوم اون حرفایی رو که ادعا میکنن خودشون رعایت نمیکنن متاسفانه. آقای میلاد هم همچنین، آقای میلاد که دیگه از همون اول شروع کردن. در هر صورت نمیتونم بگم خوشحال شدم که از مشتبه جان صدا کردم، اما خوشحال شدم که با یه گفتمان از بیخودی خودم بنده صحبت کنم. بابک جان من صحبتم تمام من. اجازه آقای مشتبه صحبتتون تموم شد دوست عزیز؟ بله بله صحبتتون. عرض کنم به خدمتتون که شما فرمودین که مثل خیلی از مسلمان‌ها توهین نمی‌کنین، ما مثلا کاری نداریم. ما دقیقاً از خود کتاب شما قرآن وام میگیریم جهت توهین کردن به سایر عقاید، فقط همین. اگر ما توهین میکنیم دقیقاً داریم عین من انتقاد رو مشکلی نداشتم. دوست عزیز من هیچ مشکلی با انتقاد نداشتم که همین اجازه بدید کامنت رو هم دارم انجام میدم. چش من با انتقاد مشکلی نداشتم، فقط توهین معناش واضحه. توهین دیگه لازم عرض کنم عرض کنم سهیلا عزیز اجازه بده من دارم میکروفونتو ببرم. عرض کردم از خود قرآن وام میگیریم جهت توهین کردن. شما داخل قرآن تشریف ببرید که به کفار به چه صورتی برخورد میشه، چجوری توهین شده بهشون، چون شما عملا دوستان مسلمان ما رو کفار میدونن، جزی از کفار میدونن. عرض کنم که به هر حال ما روز یک شنبه یک برنامه داریم در مورد همین توهین به عقایده. اگر دوست داشتی فکر کنم ساعت 7 بعد از ظهر هم هست، نه ساعت 7:30 آره 7:30 به وقت اروپا، ساعت فکر کنم 9:30 به وقت ایران میشه. 10 شب ایران. اوکی ممنون اصلاح کردی. اونجا هست ما در مورد توهین به عقاید میخوام یه برنامه‌ای داشته باشیم. خیلی خوشحال میشیم اونجا حضور داشته باشی و نظرات خودت رو بیان بکنی. سپاسگزارم ازت. سهیلا جان بریم سراغ بخواد منطق این روم و گفتگو با شما اونقدر من جذب نکرد. اصلاً. چش. اگر حضور داشتی خوشحال میشیم، اگرم نکرد هم که حضور داشتی خوشحال بودیم. آستر جان میشوید. بنده ابتداعاً تقدیر و تشکر میکنم از مدیران محترم روم، سرکار خانم سهیلا، جناب آقای سامان، جناب آقای بابک، جناب آقای کرمیت که این بستر رو برای گفتگو مهیا کردن و همه دوستان عزیزی که عرض بنده رو شنیدند. میاد صدای بنده دیگه؟ ببخشید چون که نوبتشون دادن به اوشون. نه شما آقای پلویس یه لحظه میکروفونتون رو ببندیم بفرمایید آقای ناصر. از همه دوستانی هم که عرض بنده رو میشنون و تحمل میکنن بسیار بسیار سپاسگزارم. شبهات بسیاری مطرح شد. این یک مجال وسیعی رو میطلبه چندین ساعت بشینیم دونه بدونه بحث بکنیم. تا بنده اجمالا اشاره میکنم درباره بردهداری خب یه بحث خیلی مفصله، اما من صرفا یک حدیث میخونم خدمتتون که همه فقها هم فتوا دادن بر مبنای اون. فرمود من کان من اما اعتق بعد سبع سنین هر یک از بردکان لاجرم بدون هیچ گونه قیدی بعد از 7 سال بردگی آزاد میشوند. یعنی این همه جنجالی که داریم مثلا باید ببینیم چه کسانی برده میشن. آیا ما میتونیم، ما مسلمین مجاز هستیم هر کسی رو برده بکنیم؟ دو، اونایی که برده میشن تا چه مدتی برده میمونن؟ این حدیث میگه تا 7 سال. درباره یه شبهه‌ای هم که سرکار خانم سهیلا شما و جناب آقای علی مطرح کردی، صدای بنده میاد دیگه؟ بله مطرح کردی درباره اینکه فقه پویا وجود نداره. آقای علی فرمودن حلال محمدن حلال الی الابد و حرامه حرام الی الابد. محمد حلالش حلاله تا ابد، حرامش حرام. از نظر علم و اصول احکام دین دائر بر یک سری ملاکاتی هستند، دائر بر مدار مصالح و مفاسد. هیچ خیلی از احکام ممکنه در طول زمان تغییر بکنه.
یک حکمی رو من مثال میزنم، در صدر اسلام قمار کردن مطلقا حرام بود، منتها دو تا تخصیص میخورد، دو تا استثناء داشت، یکی برای اسب سواری، دو برای تیراندازی. الان شما برید از آقایون فقها استفتا کنید، اسب سواری چون الان موضوعیت نداره، چون به عنوان یک حربه جنگی محسوب نمیشه، آقای میگن حرامه، حتی تو اینم نبایستی شما شرط بندی بکنید. پس اینکه احکام ابدی باشه نه خیر، اصلا ببینید کسی که میره تو حوزه درس میخونه طریقه اجتهاد رو یاد میگیره، فرقش با آدمی که درس دین نخونده همینه، مثل یه دانشجوی شیمی که میره درس شیمی میخونه تو حوزه خودش میتونه نوآوری داشته باشه. سوال یک شبهه دیگه ای که مطرح کردن درباره بیزه چپ مرد و اینا، من میشه بگم دیه دو تا پستان زن هم برابری میکنه با دیه کل هیکل مرد. خب از این هست اسلامی مدام خیلی سرتیتوار میگم و هر کدوم اینا جای توضیح داره، روایت اسلامی که درباره مذمت زنان هست که میگه زنان ناقص العقل و اینا، بسیاری از این روایت سند درستی نداره. حالا دوستان میگن منبع خیلی از این روایت نهج البلاغه است، اما من بگم تمام چیزایی که در نهج البلاغه اومده هم صحیح نیست، خیلی از چیزایی هست رفقای ما استناد میکنن به نهج البلاغه میگن نگاه کن امیرالمومنین چه حرف زیبایی زد، من میگم خیلی از اینا قابل استناد نیست، سند صحیح نداره. این حدیثی که امیرالمومنین فرمود زن ناقص العقل است، حدیث مرسله و غیر قابل اعتماده. اما در خصوص مشارکت های سیاسی درباره جسارتا، من یادداشت کردم اینها رو، درباره حدود اسلامی شلاق و اینا که گفتن توحش وحشیگریه، تمام حدود اسلامی، تمام شلاق، منظورم از حدود همون شلاق زدن است، تمام حدود اسلامی چه برای شرب خمر، چه برای زنا، چه برای لباس، اگر توبه مرتکب احراز بشه ساقط میشه. یک کسی زنا کرده، قرآن میگه 100 ضربه شلاقش بزنید یا 80 ضربه، الان فراموش کردم البته، این اگر قبل از احراز این حکم توبه بکنه، هیچ کسی، قاضی حق نداره اینو روش اجرا بکنه. کسی شراب خورده باید شلاق بخوره، قاضی حق نداره اگر این فرد توبه بکنه اون رو مجازات بکنه. این رو تمام فقها ها گفتند. راجع به مشارکت سیاسی اجتماعی خانم ها بحث شد، من عرض کردم یک نمونه من اشاره میکنم، صدر اسلام مکانیزم بیعت بوده، خانم ها میمدن بیعت میکردن، آقایون هم بیعت میکردن، این یعنی خانم ها در متن مباحث سیاسی حضور داشتند. فلز ما این که میگیم خانم ها در امور سیاسی دخالت بکنن رأی بدن، یه چیز خودساخته ای نیست، این مستند به تاریخ اسلامه و مباحثی از این قبیل. من ابتدا هم ببینید به تعداد زیادی از آیات استناد کردم، آیاتی که مرد و زن رو برابر میدونه، 4 تا 5 تا فکت دادم، ولی متاسفانه خیلی از دوستان میان مطالب رو دوباره از نو میبافن، یعنی اون حرفایی که من زدم رو کندن نشنیدن. حضرات اینکه قرآن میگه من عمل صالحا من ذکر و انثى و مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبه، هر کی عمل صالح بکنه چه مرد باشه چه زن، ما اون آقا بهش بهشت میدیم، اونو رستگار میکنیم. یا اینکه خدا به مردم میگه، یا اینکه خدا به مردم میگه برید از آسیه تقلید بکنید، اگر آسیه ناقص بود زن و حق، اسلام زن و حقیر میدونست که نمیگفت برید سراغ اون. در مجموع بنده از مصاحبت با شما خرسندم، اگر اجازه بفرمایید تو روم شما هم همیشه حضور فعال دارم و از مطالبی که بیان میکنیدم استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم. بسیار ممنونم آقا با برکست شما جان. بله هستم عزیزم جان، نوبت با کیه؟ من چون دنبال نمی کنم، نوبت دست شماست دیگه، بفهمید. من اعلام میکنم الان نوبت آقای حسینیه، به ترتیب میایم پایین. عرض سلام مجدد دارم و اول اینکه اجازه میخوام اگر دوستان اجازه بدن کلاب رو من فالو بکنم و در وهله بعد اینکه چند تا موضوع هست که خب خیلی نیاز داره که خیلی راجع بهش صحبت بکنیم، در خصوص شهود، در خصوص پاسپورت، در خصوص ولایت فقیه که خودم نقد اساسی برش دارم، بحث طلاق، تعدد زوجات، متعدیات، همه اینها. خواهشم این بود که اگر امکانش هست دوستان مدیریتر عزیز برای هر کدوم از اینا یه روزی اختصاص بدن به صورت مجزا راجع به این مسائل مفصلا صحبت بکنیم. اما کلامم رو خیلی طولانی نمی‌کنم، وقت عزیزان رو نمی‌گیرم. در خصوص این موضوع زر که حالا در نهایت چون من خودم حقوق خوندم و وکیل دادگستری هستم، میخواستم این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. در همین آیه 34 در ادامه موضوعاتی که مطرح شد و طرقی که قرار شد حاصل بشه تا این نشوزی که در اینجا رخ داده رفع بشه،
اجازه اهانت فحاشی ناسزا گفتن یا تحقیر به مرد داده نشده، چه برسه به بحث تنبیه بدن. اونم توی زندگی مشترکی که خب قاعدتا همه میدونیم که باید مقرون به عشق و محبت و مودت باشه. موضوع که شاید خیلی اذیت میکنه این باشه که یه زن ممکنه همسرش رو به خاطر اینکه حالا یه اتفاقی افتاده تعذیه جنسی بکنه، دوشوز کنه، این حقشه، میتونه این کارو بکنه. حالا یه آدم، یه فرد، یه انسان، یه مرد به عنوان موجود عقلانی در وهله اول با موعظه سعی میکنه این موضوع رو حل بکنه، یعنی همون استفاده از سلاح عقل و اندیشه. اگر افاق نکرد چه کنه؟ خب بس وحش رو اون نست، یعنی اینکه جدا بخواب. جدا خوابیدن هم صرفاً به خاطر این قضیه است که بتونه اون عواطف زن رو بالاخره تحییش کنه که دست از نشوزش برداره. فقط همینه. تو رویه قضایی، توی قانون مدنی جمهوری اسلامی، مجموع قوانین که بعد از اون اومده، این ضرب به معنی تعذیبه، ولی نه اون تعذیبی که حالا خیلی به معنی ضرب یا همون ظاهر آیه تعبیرش میکنن، یا یه دمیان یه تفسیر به رأی میکنن که من تا حالا خودم هم نشیر بوده. اون چیزی که در رویه الان وجود داره اینه که زن میتونه به حاکم رجوع کنه، از تعذیر رو به ید الحاکم، و در نهایت مرد میتونه این کار بکنه و در نهایت الزام زن رو به تمکین بخواد، در همین حد. ولی در مورد این اپوزیتش، در مورد مخالفش، در صورت که مرد تمکین نکنه، نفقه پرداخت نکنه، زن میتونه بره شکایت کیفری بکنه و با اون شکایت کیفری حتی مرد رو محبوس کنه یا تعذیرش بکنه. حتی سیره پیامبر هم به این صورت بوده. در زمان پیغمبر هم زنانی بودن که از مردان خودشون شکایت داشتن، شکایتشون رو پیش خود پیغمبر میبردن و ایشون این موضوع رو حالا با اون نظریات خودشون حل میکردن. و از همه مهمتر، من میخوام یه موضوع کاملا احساسی رو براتون دقیقاً تشریح کنم. یه مردی که ممکنه چند روز به واسطه نشوز بالاخره روش فشاری بیاد، فرقی نمیکنه، کم که زن هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه، چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه، بالاخره باید چیکار بکنه؟ ما الان یه راه حلی داریم دیگه، این راه حل توی این آیه اومده، درسته؟ اگه بره زن مجدد بگیره، موظف کلیه مهریه حقوق زن رو پرداخت بکنه، حتی نصف اموالش رو هم بر اساس شرطی که توی سند نکاح اومده باید به زن تملیک کنه. اگه بره این کارو بکنه، فارغ از این مسئله متهم شه به چند همسری، درسته؟ از طرف دیگه این موضوع کاملا خصوصی بین زن و شوهره، اینو نمیتونه بره جار بزنه. خب تنها راهش هم که تو قانون مشخص، قانونی که الان جاری و زاریه، الزامش رو خود از طریق دادگاه برای آرزم بزرگم براتون تمکینش. من عرض دیگه ندارم، خیلی خوشحال شدم و انشالله که بتونم در آتیه هم در خدمت دوستان باشم. ممنونم آقای علی. جناب مسیح، شما چند بار میکروفون زدید؟ اگر اجازه بدید سه تا دوست جدید داریم که اصلا صحبت نکردن، این سه تا دوستمون صحبت کنن، بعد برمیگردم به ادامه دور دوم صحبت دوستان. جناب هیربود بفرمایید. خانم نیلوفر شما بفرمایید. آقای هیربود ظاهرا پرت شدن بیرون. سلام نیلوفر جان، بس شدن، اجازه بدید نیلوفر عزیز صحبت کنه، بعدش من چون روحتم بد شد. نیلوفر جان شروع کن، پس بعدش برمیگردیم به آقای هیربود. نه صحبت کنم. اوکی مرسی، من بعد ایشون. بچه تعارفی که پاره نکنید دیگه، یکی تو شروع کنید. درود بر شما عزیزان همه، ممنونم. من حقیقتاً به صحبت‌های قبلی نرسیدم، از امیر شنیدم و بعد آقا مشتبه و بعد این دوست عزیزمون و بعد آخرش هم یه سری موارد قانونی بود. من یه توضیح کوتاه بدم. این که شنیدم یکی از دوستان گفت ما قبل از اسلام چی بودیم و چیزی داشتیم نداشتیم، برید اینو بگردید اونو بگردید. بله اگر کسی میخواد بگه که اسلام به زن جایگاه داد، بله به زن عربستان جایگاه داد، بهش هویت داد، بله بهش هویت داد، از 54 نوع ازدواج رو محدود کرد، بهش جایگاه داد، بهش ارث داد، بله به اون زن در اون مکان در اون فضا، بله این کارو کرد، بهشون داد. دوستمون از موارد قانونی در ایران گفت و اینجوری میشود آنطور میشود، حق تمکین و از این داستان ها. ببینید فاصله اینها با عمل فاصله زیادیه.
موضوع اصلی کلن فارغ از دینه، فارغ از اینه که ما گویی اینی که هویت دو تا هویت جدا رو در ذهن خودمون متصور شدیم، اینی که یک فردی به خاطر یه سری شرایط فیزیولوژی با ما فرق میکنه، این اصل ریشه این تفریق و به نوعی جداسازی در ریشه ذهن تک تک ما جای داره. اینی که هویت زنها رو کوچک میکنیم هم مربوط به دینی میشه که داریم، هم مربوط به خودمون میشه. خودمون هنوز نتونستیم توی ذهنمون این موجود رو چیز برابری تصور کنیم، چه دین برای ما توضیح بده، چه دین بخواد جایگاه براش ایجاد بکنه یا نکنه. اول به این موضوع بپردازیم که آیا ما حقیقتاً هر کدوم از خودمون، اگر همسری داریم، خواهری، برادری، یا در محل کار خانومی هست، ببینیم خودمون واقعاً بهش چجوری نگاه میکنیم. این میتونیم بفهمیم که آیا در میان خودمون ما به زنها احترام میذاریم یا نه. بعد در مورد اسلام بود، شنیدم که دوستی گفت ما اسلام رو اومد اینجا پذیرفتیم، مغول‌ها رو ما اینطور کردیم اونطور کردیم. من تا اونجایی که 15 سال دارم تاریخ اسلام میخونم، مثلا الهیات خوندم، میخوام بگم عزیزان یه ذره از این کتاب‌های حاشیه‌ای دست برداریم، بریم به متن بپردازیم، ببینیم حقیقتاً چطوره. ایرانی‌ها برخلاف کتاب‌هایی که اومده اسلام رو نپذیرفتند، اسلام رو با جان و دل قبول نکردند، باهاش سه نوع برخورد داشتند، یه سری عربیزه شدند، بله، یه سری مقابله کردند، یه سری ها آندرگراوند شدند، رفت زیر زمین، یه سری ها برای فرار از مالیات و جزیه خودشون رو به سمت اسلام کشوندند، چون اون بحث‌های مالیشون نمیخواستند بیارن رو خودشون بریزند. ولی اینی که ما بگیم که این مردمانی که در ایران بودن چیزی نداشتن قبلش، وضعیت خوبی قبلش نداشتند، نه، اینطوری هم نیستش. بالاخره اونها صاحب فکر بودند، ایران همیشه صاحب اندیشه بوده، همیشه صاحب فکر بوده، و کمترین حالتش اینه که میدونسته جایگاه خیلی از اینها کجاست. به هر حال به هم ریختگی به وجود اومد، خیلی از چیزها جابجا شد، پایه قوانین ما، قوانین این علی آقا میدونه، قوانین مربوط به قوانین اسلام از آیات الاحکام گرفته شده، تا مرحله اجراش یک فاصله خیلی زیادی است. جایگاه مربوط به زن هم فقط مربوط به ایران نیست، مربوط به کل دنیاست و این نگاه متاسفانه در کل دنیا هست. بعضی از کشورها با موارد قانونی بهش پرداختن و تونستن تا حدودی اون رو تلطیف کنند، ولی بعضی از کشورها هنوز در همون تفکر هستند و باقی ماندند. خواهش میکنم. نیروفر جان سلام مجدد. من اون موقع که از گرفتم برای اینکه صحبت بکنم، یه نکته بود که در مورد توهین کردن بود. من واقعا چیزی که همیشه مد نظرم بوده و فکر میکردم بهش این بود که اگر که توهین موقعی که یک سری صحبت میکنن و مخالفت میکنن با یک سری قوانین که حالا توی ایران پشتوانه داره، اون توهین محسوب میشه، ولی موقعی که دقیقا همون افراد یک سری صحبت هایی میکنن که ممکنه برخلاف عقاید یک سری باشه، اون توهین محسوب نمیشه. اگر که دوستی هستش که اینجا جواب سوال منو بده، من خیلی ممنون میشم، چون الان مثلا توی همین ماه اگر که بیرون کسی چیزی بخوره، این توهین به مقدساته، ولی اگر که مثلا توی یک تایمی که تایم شادیه یا تایم هر چیزیه، ما بخوایم به طور خاص خودمون جشن بگیریم، اون توهین به مقدساتشون میشه. ولی اگر اونها کاری میکنن، توهین به مقدسات ما نمیشه. یعنی چی اینجا الان؟ اینو اگر یه نفر توضیح بده ممنون میشه. ممنونم از طرح سوال نیلوفر. دوستان حالا در دوره بعد جواب خواهند داد. آقای مهدی سلام. من وسط بحث رسیدم، فقط اینکه این دوستان آقا ناصر سعی کردن خیلی با ادای حروف حلقی
بگن که مثلا دیه دو پستان زن اندازه کل هیکل مرده، نه برادر، دیه اعضای جفت بدن محض اطلاعتون، هر یک تکیش دیه یک نصف دیه است و جفتش یک دیه کامله، یعنی دیه قطع دو دست یک انسان دیه کامل اون انسانه. پس دیه دو پستان زن معادل دیه کل زنه، یعنی باز هم نصف دیه یک مرده، و همون بلا اگر سر یک مرد بیاد معادل دیه کامل مرده، یعنی همچنان دو برابر. این از پاسخ اولیتون. و اینکه من اینو درک نمی کنم، من خودم تحصیلات حوزوی دارم، اینو درک نمی کنم که تا یه چیزی میگن میگیم تفسیر این آیه اون نبوده، تفسیر اون این. بابا این قرآن از زبان یک پیامبر امی نازل شد برای به کار بردن یک انسان‌های در اون زمان احمق جاهل بی سواد. انقدر اینها بی سواد بودن و سواد نداشتن که مثلا سواد خواندن و نوشتن میگن در عربستان یه مثلا به در مکه به تعداد انگشتان دست ما آدم با سواد نداشتیم. چطور اون زمان این چیزها رو تفسیر میکردن؟ آقا این لغت یک معنی داشته، نازل شده، هم اون زمان همین معنی رو ازش میفهمیدن. چرا؟ چون از زبان یک پیامبر امی اومد برای عمل کردن یک سری آدم بی سواد. چطور شده که حالا ما هر حرفی میزنیم میگن نه این تفسیرش اون نیست، اون تفسیرش این نیست، این تفسیرش اون نیست. تفسیر این تفاسیر از کجا باید بیاد؟ وقتی که یعنی اون زمان مثلا میافتن قرآن از رومی خوندن برای یک سری آدم بی سواد، بعد میشستن برای اونها این رو تفسیر هم میکردن یا صرفا میخوندن میگفتن همینه برین عمل بکنید. این برای من همیشه جالب و جای سواله که آقایون هر جا چیزی به نفعشون باشد میگن این خیلی محکم و معتبره، هر جا به ضررشون باشد میرن تو فاز شأن نزول و تفسیر و نمیدونم سندیت و این حرفایی که به نظر من بیشترش از خودشون در میارن. حالا من بیشتر گوش میدم تا ببینم اگر بحث به جایی برسه بتونم صحبت بیشتری بکنم. ممنونم از شما. آقای محمد بفرمایید، نوبت شماست. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. من همینجوری خواستم جواب هر کس رو بدم، ولی خب اجازه بدید تا بحث داغ من یه نکته نظری نسبت به حرف آقای مهدی عزیز بگم. ایشون گفتن خب این صحبت از زبان یک فرد امی بوده. من این رو قبول دارم، بله زبان و لسان پیامبر فردی بودن که تحصیلات و سواد نسبت به جامعه نداشت، اما کلام که کلام خدا بوده. یعنی حتی این ادعا رو شما اگر خودت خیلی من جالبه، من هنوز بهش نرسیدم واسه بوده اینا همش تفسیر میکنن. خب کلام خدا بوده، این رو یه دقیقه نظری باید نسبت بهش داشته باشه. ابتدا بعدش من میخوام صحبت کنم آقای مهدی. یعنی خدا کلامش رو جوری گفته که برای ما قابل فهم نبوده و نیاز بوده برای شنیدن کلامی که از زبان خدا برای یک سری بی سواد نازل شده نیاز به تفسیر داشته. یعنی خدا نتونسته با اون آدم‌های جاهل جوری حرف بزنه که صریح و شفاف بفهمن. یعنی همچنان نیاز به این بوده که یه جمله ساده که مثلا زنو بزنید یا نزنید رو هم تفسیر کنن براشون. همین جمله ساده‌ای که شما دارید میگید مسلماً انقدر ساده نبوده که خود شما دارید روش ابهام میارید. درست میگم؟ یعنی وقتی که یک جمله نیاز به ابهام پیدا میکنه و نیاز به رفع ابهام پیدا میکنه، پس مطمئناً شفاف سازیش لازم. درست میگم این رو؟ ببینید این جمله الان که 1400 سال گذشته برای ما نیازمند تفسیره، ولی این جمله اون زمان برای آدمی نازل شده که تو اون جامعه داشته با اون شرایط زندگی میکرده، کامل داشته اون شرایط رو با گوشت و خونش درک می‌کرده و براش در اون زمان هم یک دستور عملی صادر شده، گفته بازن این برخوردها رو می‌تونی بکنی، مثلا یکی زدنه. حالا ما می‌تونیم بیایم تفسیر کنیم بگیم که آقا این زدن چه جوری نزن که جونش در بره، یه جوری نزن که دست و پاش بشکنه، ولی دیگه نمی‌تونیم بگیم این زدنه، نه یعنی دست تو بر روموش نازش کن. آقا زدن زدنه دیگه، دیگه اینو که نمی‌تونی شما با تفسیر حلش بکنی. شما فرمودید تحصیلات حوزوی دارید، این معنای زدن رو کجا آورده توی قرآن دارید میگید؟ درسته؟ در مورد زن ناشزه. خب نه فرمودن چی؟ بفرمایید آیهشو میدونید شما؟ نه من آیهشو حضور ذهن ندارم. خب. شما بخونید برام. خب آیهشو من نمیخوام آیهشو تلاوت کنم، اما میخوام به این واژه‌اش. خب بخونید دیگه، شما از من خواستید من بخونم، من میگم شما بخونید.
نشون من ادعای تحصیلات حوزه رو نکردم، من دانشجو پزشکی هستم و دارم درس. من نگفتم حافظ قرآن هستم که شما از من انتظار دارید من تمام آیات قرآن رو حفظ کنم. که بیا بحثمون پینگ پونگی نکنیم، همینجوری بحثمون. شما یه ادعای کردید، خواستم اگر امکانش هست همون رو ادامه بدید، اگر هم نه ایبی نداره. بله من طلبه حوزه حاج آقا متحدی بودم چندی سال. مزد میخوام آقای محمد، من این تذکر به شما بدم چون مسئول وقت هستم. آقای محمد هر کسی 4 دقیقه فرصت داره، شما هر جوری بخواید میتونید استفاده کنید، ولی از الان از وقت شما فقط 1 دقیقه مونده. حالا بخواید خودتون صحبت کنید، بخواید بدید به آقای مهدی. مطمئن نیست که از وقت آقای مهدی 1 دقیقه نمونده. بله من دقیقاً تایم گرفتم و از الان شما 50 ثانیه وقت دارید، ولی اشکال نداره، من الان میدونم به شما وقت میدم. از هم میارایب نداره یک دقیقه، چون من فرد کیچیک دارم باید برم. خب بذارید من صحبتمو بکنم. اون واژه‌ای که توی قرآن اومده، من آیهش رو اجازه ندارم، ولی میتونید بگردید و نگاه کنید. واژه‌اش از ریشه دور شدن و زهرف کنم بوده، یعنی به معنی که دور بشید. این حالا شما زبان عربی رو اگر یک مقدار مانوس باشید باهاش، این رو درک میکنید که زبان عربی بسیار زبان بلیغیه و هر یک واژه‌ای میتونه به اصطلاح معانی متفاوتی داشته باشه. یعنی یه معنای دوری رو ممکنه اعاده بکنه، ممکنه معنای نزدیک رو افاده بکنه. این رو میتونه جایی به اصطلاح در معنای تفسیر میشه این رو دنبالش گشت. در جای دیگه شما بیاید در فرهنگ خودتون اشاره کردید آقای مهدی، فرهنگ عرب اون زمان رو می بررسی میکنید. حتی بعد از اسلام، یعنی حتی این رگه هاش بعد از اسلام، شما مانیفست عمر ابن خطاب رو برید ببینید، برخوردش با یک زن چه شکلی بود. یعنی در حالتی بوده که اصلا، حالا باید این به صلاح باید بررسی بشه. بعد شما میبینید توی همون زمان امام سجاد علیه السلام میان و حقوق زن رو در رساله حقوقیشون بهش میپردازن و میبینید چقدر قشنگه، میبینید چقدر قشنگ اومده، همه چیز رو از هم جدا کرده، یه حقوقی داده که همین امروز ما تو جامعه هایی که ما میایم بهش نگاه میکنیم و میگیم آه چقدر از پایین به بالا داریم نگاه میکنیم، اونو نیست، واقعا نیست. من وقتم هم قطعا تموم شده و دوستان عزیز قمرن به من همچین اجازه رو بدن که بخوام صحبت بکنم. ممنونم محمد عزیز. محمد عزیز تشریف داشته باشه. خیلی جان شما از روی آقای حسینی اومدین پریدین پایین. من به شما گفته بودم که تا آخر دور دوم اجازه صحبت نداری عزیز، چون چند بار صحبت کردی. محمد عزیز شما حضور داشته باش، بهت دوباره وقت میدیم برای صحبت کردن. بریم برگردیم بالا. مهدی جان شما هم همینطور. آقای مهدی عزیز فردا ساعت 8 نه فقط میخواستم بمونی جوابتو بگیری، چون قبلا خدا آقا علی ما هم جواب داد، ما هم خودمون قبلا در مورد همین آیه که شما میفرمایید اول صحبت کردیم. اگر بتونی جان من براتون آیه از قرآن میارم که قرآن آره. علی جان آره درست دقیقاً سپاسگزارم ازت. آقا مهدی شما هم همینطور اگه میشه تعامل بفرمایید تا دوستان دیگه صحبت کنم بهتون برمیگردم.